سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوام بهتون 5 تا دلیل برای اینکه نباید رشته مدیریت رو انتخاب بکنین بهتون بگم. خب خیلی خوش اومدین به ویدیو من. اگه من هنوز نمیشناسین، من متانتم، 24 سالمه، کارشناسیم و مدیریت بازرگانی تو دانشگاه گیلان خوندم و الان دارم ارشد مدیریت منابع انسانی تو دانشگاه تهران میخونم. این ویدیو ممکنه یکم اینجوری چیز باشه، شما رو دل سرد بکنه، ولی من یه ویدیو دیگه دارم که 5 تا دلیل برای اینکه چرا باید این رشته رو انتخاب بکنیم و چرا باید بیاد مدیریت رو قبلا گذاشتم، لینکش رو اینجا میذارم، حتما ببینین. و اینکه امیدوارم کسی مدیریت میخونه و این ویدیو رو میبینه ناراحت و دل سرد نشه. من خودم این رشته رو خوندم، خیلی راضیم ازش، خیلی دوستش دارم و احتمالاً اگه برگردم بازم رشته دیگه یا به غیر از این رشته انتخاب نمیکنم. ولی میخوام یه سری نکته بهتون بگم که اگه میخوام بیاین تو این رشته باید بدونین، یا اگه داخلش هم هستین شاید خوبه که بهش آگاه باشین. اولین چیز، برای اینکه شما نیاز نیست بیاین مدیریت بازرگانی بخونین و نمیخواد که این رشته رو انتخاب بکنین، اینه که تمام چیزایی که تو مدیریت هست رو شما میتونین خودتون یاد بگیرین. من یادم اوایل که یکی دو تا ترم که گذشته بود اینجوری بودم که خب اینا چیه، من که همه اینا رو میتونم خودم یاد بگیرم. یعنی همه رو میتونی با سرچ گوگل یاد بگیری، یا کتابا رو اگه خودت بگیری میتونی بخونی و یاد بگیری، مثلا مدیریت عمومی، میدونم مدیریت سازمانها، مدیریت رفتار سازمانی، اینا درسای خیلی خفن و باحالی هستن که با خودت هم با خوندنش میتونی یاد بگیری. هرچند که خب بحثایی که سر کلاس میشه، چیزایی که استادا میگن و اون فضای آکادمیکی که توش قرار میگیری خیلی تاثیر داره ها، ولی این بودش هم از این برام میشه بهش نگاه کرد. اگه تو بخوای دونه دونه مهارت ها رو یاد بگیری، مثلا مهارت بازاریابی، مهارت فروش، حسابداری و اینجور چیزا، همه براش بیرون یه عالم دوره هست و یوتیوب هم هست و میتونی یاد بگیری. البته که من اصلا جز اون گروه آدم ها نیستم که دانشگاه نباید بری و مثلا همیشه رو میتونی توی خونه با یوتیوب یاد بگیری، به خاطر اینکه دانشگاه اولندش که به تو یک محیط آکادمیک میده و باعث میشه که تو جدی بگیری، یعنی درس رو بشینی بخونی. دوم اینه که بهت نتورک میده، یعنی تو هم با استادات میتونی ارتباط بزنی و توی کار، توی زندگی، توی همین درس کلی ازشون استفاده بکنی و هم دوستات که میتونن خیلی بهت انگیزه بدن، بهت ایده بدن، با هم دیگه همفکری کنین، چیزای خفن درست کنین، ارتباط برقرار کنین. دانشگاه خیلی چیزا رو بهتون میده، به شرطی که دانشگاه خوبی باشه، اینم با حواستون باشه. بریم دلیل دوم، اینه که مدیریت صرفا برای شما پول و موقعیت شغلی نمیاره. یعنی اینجوری نیستش که شما فقط برین دانشگاه درساتون رو پاس بکنین و از فردا بتونین برین سر کار. البته که خیلی رشته ها اینجوری هستن، به خصوص تو دانشگاه ها و حالا رشته های ایران و ما اینجوری میگیم و اینا، ولی تقریبا تا تو خودت نری دنبال جمع کردن مهارت، نری دنبال کار، نری دنبال رابطه، نمیتونی کار پیدا بکنی. و خب شاید مثلا یه سری رشته ها مثل پزشکی و پرستاری و علوم آزمایشگاهی و اینجور چیزا بتونن تو رو ببرم مستقیم سر کار، ولی حتی مثلا داداش منم که عمران خونده، خودش نتونست با مدرکش بره کار بکنه، مجبور بود که بره کارآموزی و این بر اون بر و اینا تا اون کار رو یاد بگیره. اوکی، من مدیریت میخونم یعنی میرم اولین روز مدیر میشم؟ نه اصلا، شما باید با یک کارمند دونپایه و یک کارشناس یه چیز خاص وارد سازمان شین تا هی لولتون بره بالاتر، خودتون رو نشون بدین. سومین دلیل که هم به دلیل قبلی مرتبطه هم به دلیل بعدی، اینی که توی مدیریت چون تو پروژه های عملی نداری خیلی چیزی یاد نمیگیری. البته من احساس میکنم که این برای شرایط ایرانه، چون ما خیلی کم پیش میاد. فکر کنم فقط یه بار رفتیم یه شرکت پخش دارویی رو از نزدیک دیدیم، یه بارم رفتیم ایران خودرو رو از نزدیک دیدیم، ولی بازم هیچ پروژه‌ای نداشتیم که ما یک بار یه کاری رو بکنیم، مثلا یک پروژه مشاور مدیریتی باشه. و یه بارم مثلا بوم کسب و کار درست کردیم و اینا پروژه عملیمون بود. باز تو ارشد یکم پروژه عملی بیشتر داشتیم، یعنی همه امتحانامون به جای اینکه حفظی باشه اینجوری بودش که از ما میپرسیدن مثلا شرایط یه بیزنس، یه مشکل، یه معضلی رو بهمون میگفتن، ما مثلا جواب بهش میدادیم.
آها، بعد چون پروژه نهایی هم ندارین، معمولا بچه مهندسی همشون، مهندسی معماری اینا همشون یه پروژه‌ای در آخر دارن، مثل پایان نامه میمونه براشون. ما اونو نداریم. چون تو اینا رو نداری، فرصت اپلای برات خیلی سخت میشه. کلا فرصت اپلای برای رشته‌های علوم انسانی نسبت به رشته‌های مهندسی سخت‌تره. خب ببین، مثلا تو 4 سال لیسانس که خیلی بچه‌ای، خیلی چیزا نمیدونی و لیسانس هم که تمام کردم اینجوری بودم که خب حالا من دستم خالیه، با چی میتونم اپلای بکنم؟ و برای همین اومدم ارشد خوندم. ولی خب دوستایی دارم که مهندسی خوندن و به واسطه پروژه هایی که داشتن، کاری که کردن، یه رزومه آکادمیک و کاری حداقلی دارن که بتونن باهاش اپلای بکنن. و به طور کلی رشته های مدیریت چون رشته های گرونی هن تو خارج از کشور، همه دوست دارن رشته رو، خیلی متقاضی واسش زیاد داره، به خصوص توی خارج از ایران. باز داخل ایران پدر مادرامون تا این قبل تر یکم اینجور بودن که نه، این رشته ها چیه، باری رشته درست حسابی بخون، رشته نان و آبدار بخون. ولی تو خارج از کشور خیلی متقاضی داره و برای همین رشته گرونیه. برای همین فکر نکن کسی نمیده حالا به تو فاند بده، پول بده که تو بری براشون رو بخونی. بخش ریسرچش با بخش کارش کاملا فرق میکنه. یعنی ما یه بخش ریسرچی داریم که اصلا علم مدیریته که میشه Master of Science، بعد یه دونه MBA داریم که Master of Business Administrationه که شما همه چیز مربوط به بیزنس رو میخونی و اون میشه حالت بیزنس و کسب و کاری. این ساینسه دیگه میره مثلا تو علم مدیریت منابع انسانی، علم بازاریابی، علم رفتار سازمانی، علم فاینانشال. یعنی اگرم بخوای بری اپلای بکنی و بتونی باهاش فان بگیری، باید عاشق اون علم و ریسرچه باشی، چون کار مدیریته که احتمالا بخش جذاب برای همتونه اینوریه اصلا، و تو نمیخوای که یه ریسرچر بشی. یعنی کسی که عاشق مدیریته نمیخواد ریسرچر بشه. من خیلی کم دیدم آدمایی که اصلا عشق ریسرچر بودن باشن. یعنی استادامونم یا از اینکه ریسرچرن و کتاب اینا نوشتن ناراحتن، اینجوری هم که اوکی دیگه آپشن دیگه ای نداشتیم، یا هم ریسرچرشون رو الان به مینیموم حد رسوندن و الان که مثلا یه اسمی در کردن و یه تجربه کاری دارن، همشون دارن مشاوره میدن، همشون دارن تو پروژه های واقعی کار میکنن. این چهارمین دلیل بود برای من. چون همیشه از من میپرسین که اپلای کردن چجوریه، من الان مثلا خیلی یاد دیدم تو این رشته اپلای کردن ها میشه، ولی خیلی بیشتر دیدم که با رشته های مهندسی اپلای کردن. بنابراین اصلا شما میتونید ببینید که علاقتون تو رشته های اونوری فنی طور چیه. شاید مثلا مهندسی صنایع رشته ای باشه که تو باید بخونی، اصلا نیاز نیست بیای مدیریت بازرگانی بخونی. میخوای انتخاب رشته ام بکنین، حتما اینا بهتون بگم. من حالا دارم کلا راجع به مدیریت بازرگانی میگم چون تاپ ترین رشته تو مدیریت هست، ولی خب مدیریت صنعتی دولتی هزار تا چیز دیگه داریم، از جهانگردی و اینا، که باید بری خیلی در موردش سرچ بکنی ببینی اصلا کدوم دانشگاه ارائه میدن و چه جوریه و اینا. این اونا دیگه پای خودتونه. برسیم به آخرین دلیل. آقا آخرین دلیل، دلیلی که من با جون و دل حسش کردم و وقتی به اون بخش فکر میکنم ناراحت میشم، اینه که آدمهایی که تو ممکنه تو رشته مدیریت ببینی، ممکن خیلی آدمای بیخود، خز، داغون، آدمایی که دوست نداری باهاشون ارتباط برقرار بکنی باشن. یعنی چون رشته یه که خانقا خیلی ها ممکنه که همینجوری زاده باشن و بده باشن و علاقه نداشته باشن و نمیدونستن که مثلا برای چی اینجا، برای همین اصلا نه اون رشته رو دوست دارن، نه مهارتی دارن، نه هدفی برای زندگیشون دارن. و ممکنه که تو اصلا بگی که من اصلا نمیخوام با این آدم ارتباط برقرار کنم. اکثرشون هم برای این بود که من تجربی بودم، بعد اونا انسانی بودن و من مثلا 4-5 تا دوستی که داشتم اونا یا تجربی بودن یا ریاضی. یعنی اصلا نتونستم با اون ساید از آدم ها دوست بشم. یکی دو تا دوست داشتم که انسانی خونده بودن. البته اینم در نظر بگیرین که من سال 95 وارد دانشگاه شدم و 98 اومدم بیرون و بازم میگم دانشگاه گیلان بودم. دانشگاه تهران و الانش یکم فرق میکنه. الان خیلی بچه ها به دهه 80 خیلی خفن ترن و من خیلی دهه 80 خفن دیدم که رفتن انسانی خوندن. ولی خب همچنان تو شهرستانا مدرسه های انسانی خوبی وجود نداره، برای همین پدر مادرها ترجیح میدن که بچه هاشون رو بفرستن تو مدرسه هایی که بچه های باهوشتر و تلاشگرتر اونجا هستن و اونا رشته های ریاضی و تجربیه. از اون طرف ممکن حتی یه سری آدم های موفقی، سری استادا رو ببینی که باز نمیجوری بگی که اوکی من با فاز این حال نمی کنم، یا این وایب این وایب من نیست. یعنی من خیلی دیگه اینجوری بودم که اصلا من اینجا چی کار میکنم. یعنی بارها برای من موقعیت های پیش میمد که من اینجوری بودم که من اینجا چی کار میکنم. و خانه خواه میرفتم با بچه های
معماری، پزشکی، فنی دوست می‌شدم و در آخر هم جوری شدش که من هیچ وقت یک اکیپ مثلا خوب منسجم نداشتم که مثلا همه با هم دیگه دوست باشیم و هنوزم دوست بمونیم. این به هر حال یه آخرین نکته بود در مورد اینکه شاید شما نباید مدیریت رو انتخاب بکنین. اگه الان داریم انتخاب میکنی که چه رشته‌ای بخونی و کجای کاری، من یه عالم ویدیو دیگه توی پلیلیست همه چیز در مورد مدیریت دارم و حتما بازم بیشتر میذارم. پس هم سابسکرایب کن، هم اون ویدیو رو ببین، هم این ویدیو رو لایک کن و مرسی که این ویدیو رو دیدی. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. خدا نگهدار.